برتی را در کمپ پناهندگی اعلام کنید. تلویزیون 11 سپتامبر 2012. دولت عراق را وادار کنید محدودیت‌های غیر انسانی و نقض حقوق بشر مخالفان ایرانی را در لیبرتی متوقف کند. منتخبی از بیانیه مجاهدان لیبرتی. مدیریت روزانه کمپ تحت کنترل صادق محمد کاظم از دفتر نخست وزیری عراق است که به علت جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی به دادگاه ملی اسپانیا تحت قضاییه جهانی فراخوانده شده است. دولت عراق مانع هر گونه سازندگی حتی در حد یک سایبان، پاگرد و یا تجهیزات لازم برای بیماران در داخل کمپ شده است. دولت عراق از ورود پارلمانترهای اروپایی و آمریکایی، نمایندگان بیطرف ارگانهای حقوق بشری بین المللی، وکلای ساکنان و خبرنگاران به کمپ لیبرتی ممانعت به عمل می آورد. کمپ لیبرتی باید به عنوان کمپ پناهندگی اعلام شود. اطلاق عنوان موقت به لیبرتی تنها به رژیم ایران و دولت عراق بهانه می دهد همه استانداردهای حقوق بشری و انسانی را نقض کند. منتخبی از نامه 78 نماینده پارلمان سوئیس. عدم آزادی تردد در لیبرتی، حضور نیروهای مسلح عراقی در کمپ بسیار کوچک، نقایص جدی در زیرساختها مانند کمبود آب و برق و فاضلاب و نبود زیرساختهای ضروری برای افراد بیمار و مسن در لیبرتی تنها بخشی از مشکلات لیبرتی هستند. سازمان ملل و ایالات متحده باید دولت عراق را وادار کنند این محدودیت‌های سرکوبگرانه و ضد انسانی و به طور خاص موضوع جلوگیری از فروش یا انتقال اموال ساکنان را خاتمه بدهد. سازمان ملل باید لیبرتی را به عنوان یک کمپ پناهندگی تحت حفاظت بین المللی اعلام کند. منتخبی از نامه نمایندگان ارشد پارلمان اروپا. یک تلاش مزورانه از سوی دولت عراق در جریان است تا از ساکنان اشرف سلب مالکیت کند و تحت بهانه‌های ساختگی از انتقال اموال آنان به لیبرتی جلوگیری به عمل می‌آورد. عراق باید حقوق بنیادین آنها مانند حق مالکیت را محترم بشمارد و اجازه بدهد اموالشان را یا به لیبرتی منتقل کنند یا آزادانه به فروش برسانند. تظاهرات ایرانیان آزاده و متحصنان ژنو همزمان با حضور دبیرکل در مقر اروپایی ملل متحد و آغاز اجلاس شورای حقوق بشر. فعالیت‌های هموطنان و حامیان مجاهدان اشرفی و اعتراضات شدید آنها به بانکیمون به خاطر سکوت و بیعملی کوبلر و یونامین در قبال نقض حقوق مجاهدان اشرف و لیبرتی و جانبداری از رفتار ضد انسانی دولت مالکی. همزمان با آغاز دوره جدید اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد و سفر بانکیمون به ژنو طی روزهای 10 و 11 شهریور ماه جاری، هموطنان متحصن در ژنو، سازمان‌های غیردولتی، پارلمانترهای سی و دیگر شخصیت‌های حامی مجاهدان اشرفی در جریان تحصن و اقدامات و تظاهرات خود نسبت به دستان ملل و نسبت به سکوت و بیعملی یونیتین کوبلر نماینده ویژه دبیرکل در قبال نقض حقوق مجاهدان اشرف و لیبرتی به شدت اعتراض کردند. ایرانیان آزاده و شخصیت‌های مدافع حقوق بشر به اینکه بانکیمون در سخنان افتتاحیه خود در روز 10 شهریور به اعدام‌های دست جمعی همین روزها توسط دیکتاتوری آخوندی نپرداخت
اعتراض کردند و خواستار عمل کردن سازمان ملل به وظایف انسانی که از سوی جامعه جهانی بر عهده دارد شدند. آنها به دبیرکل خاطر نشان کردند که رفتار نماینده ویژه او در عراق و عملکرد یونامی از سکوت هم فراتر رفته و به جانبداری عملی از افتانی دیتی با مجاهدان اشرف و لیبرتی راه برده است. رفتاری که ناقض تمامی تعهدات مشخص دولت عراق، ناقض کنوانسیونهای بین المللی و صرفاً اجرای دستورات سرکوبگرانه فاشیسم دینی حاکم بر ایران علیه مخالفانش در عراق است. در همین رابطه هنگامی که بان کی مون پس از سخنرانی افتتاحیه خود در روز دوشنبه دهم شهریور به کتابخانه سازمان ملل متحد می رفت، نامه امضا سوی شخصیت‌های مدافع حقوق بشر و پارلمانترهای سوئیسی به وی داده شد و بعد از ظهر همان روز در هنگام خروج بان کی مون از مقر اروپایی ملل متحد، متحسنان ژنو و خانواده‌ها و حامیان مجاهدان اشرفی با فریادهای اعتراضی و شعارهای خود خطاب به بان کی مون خواستار تضمین حقوق مجاهدین و ممانعت از رفتار قانون شکنانه و ضد انسانی دولت عراق علیه پیشگامان آزادی مردم ایران شدند. سکرتری بان کی مون کافر بیگی دبیران سکرتری بان کی مون کافر بیگی دبیران داشت. هموطنان غیرتمند حامیان اشرفی که در سالن حضور داشتند مکررن خواستار این شدند که به آنها فرصت داده شود تا به طرح سوالات و اعتراضات خود بپردازند. ولی از آنجا که اداره کنندگان جلسه به نحو عجیبی به آنها نوبت صحبت و طرح سوالات نمی دادند، شروع به طرح مشکلات و اعتراضات خود علیه رفتار ضد انسانی دولت عراق و بیعملی سازمان ملل و نمایندگی آن در عراق پرداختند و علیه دعاوی دروغینی در توجیه این بیعملی ارائه می شود فریاد اعتراض سر دادند. هموطنان همچنین در جلسه‌ای که با حضور بان کی مون و نمایندگان انجمن‌های مدافع حقوق بشر و سازمان‌های غیر دولتی برگزار شده بود شرکت کردند و مستقیماً به طرح مشکلات و اعتراضات خود با دبیرکل پرداختند. به قرار اطلاع هنگامی که بان کی مون در پارلمان ژنو حضور یافته بود، نامه‌ای درباره وظایف ملل متحد برای تضمین حقوق مجاهدان اشرف و اعتراض به بیعملی نمایندگی سازمان ملل در عراق که از سوی پارلمانترهای سوئیسی، شهردار ژنو و دیگر منتخبان ژنو امضا شده بود، به بان کی مون ارائه شد. تلویزیون لمنبلو از 500مین روز تحصن ایرانیان آزاده در ژنو همزمان با حضور دبیرکل ملل متحد. همزمان با 21مین دوره اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد و حضور بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در ژنو، ایرانیان آزاده و متحسنان ژنو
500مین روز تحصن خود را برای دفاع از حقوق مجاهدان اشرفی. Dans la conférence à un moment il y avait la présence de manifestants du camp d'Ashraf des masques une pancarte marquée Liberty is prison Liberty étant le nom du camp d'Ashraf. Et puis Mélanie Oyon en parlait à l'instant en marge de la présence de Ban Ki-moon à Genève, les défenseurs du camp de réfugiés d'Ashraf, on le rappelle une enclave iranienne en territoire irakien, ont manifesté ce matin à l'occasion du 500e jour de protestation devant l'ONU à la place des Nations. Ils étaient quelques dizaines à manifester pour exiger au secrétaire général de l'ONU qu'il recueille Ashraf le statut de camp de réfugiés. Nous on est là pour dire que le camp, c'est pas un camp de transit, c'est un camp de concentration, c'est une prison. Et il faut qu'ils reconnaissent le camp comme un camp de réfugiés. بیزاوکی اعلام نگذاری دول عراق در زندان سازی کند و حق آزادی تردد مخالفان رژیران را نقض کند. ساکنان لیبرتی میگویند دولت عراق به پارلمانترهای اروپا و آمریکا، نمایندگان سازمانهای حقوق بشری بین المللی و وکلای ساکنان و خبرنگاران اجازه دیدار از کمپ لیبرتی را نمی دهد. این کمپ توسط صادق محمد کاظم، یک متهم به جنایت جنگی و جنایت علیه جامعه بین المللی که توسط دادگاه اسپانیا فراخوانده شده است، اداره می شود و دولت عراق از هر گونه سازندگی در این کمپ حتی برای رفع نیازهای ضروری بیماران ممانعت می کند. ملل متحد در لیبرتی باید از نقض حقوق پایه‌ای مخالفان ایرانی جلوگیری کند و لیبرتی را یک کمپ پناهندگی اعلام کند. کمیته امور سیاسی مجمع پارلمانی شورای اروپا طی بیانیه‌ای فراخوان داده است که دولت عراق حقوق بنیادین ساکنان را از جمله آزادی تردد و دسترسی به وکلا و خدمات پزشکی را تامین کند. نمایندگان ارشد پارلمان اروپا نیز در بیانیه خود تلاش مزورانه دولت عراق برای سلب حق مالکیت ساکنان اشرف بر اموالشان را افشا کردند و از ملل متحد، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا خواستند تا دولت عراق را وادار کنند به حقوق آنها احترام بگذارد و اجازه بدهد اموالشان را به لیبرتی منتقل کنند یا آزادانه بهش برسانند. با سلام به بینندگان عزیز، اخبار را از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران با آگاهی می‌رسانیم. به عناوین خبرها توجه فرمایید. تصویب قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه رژیم آخوندی، ابراز نگرانی جدی در مورد سرپیچی رژیم ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه: رژیم ایران مقبولیت بین‌المللی ندارد و نمی‌تواند در بحران سوریه دخالت داده شود. هشدار اعضای کنگره آمریکا به حکومت مالکی: اگر دولت عراق کمک به ایران در امر سلاح رسانی به بشار اسد قطع نکند، فروش تسلیحات آمریکا به عراق به حالت تعلیق در می آید.